سلام دوستان، وقتتون بخیر. من محسن هستم و امروز میخوام بهتون نشون بدم که چجوری از طریق تدریس میتونید تا 2000 دلار توی ما به دست بیارید. شما میتونید در واقع تدریس رو به عنوان یه ساید جاب داشته باشید، در کنار کار اصلی خودتون، اگر دانشجو هستید، اگر سر کار تخصصی دیگه هستید، اینم در کنارش داشته باشید و یه درآمدی به درآمدتون در واقع اضافه بکنید. کسایی که وارد کانادا میشن، ایرانیا، خب اولش شاید پیدا کردن کار تخصصی واسهشون سخت باشه. به همین دلیل اول میرن سراغ کار جنرال. کار جنرال خوبه، یه تجربه میشه که با محیط کار کانادایی آشنا بشید، زبانتون یه خورده تقویت بشه، ولی تنها مشکلش اینه که مینیمم ویج یا حداقل حقوق ساعتی رو دارید که توی جدول مینیمم ویج توی استادهای مختلف رو بهتون نشون میدم. حالا حدودی بین 13 تا 15 دلاره. ولی خب اگه شما کار تخصصی بکنید، حقوقا 19 دلار، 20 دلار و بالاتره. خب طبیعتاً همه دوست دارن که کار تخصصی خودشون انجام بدن، هم حقوق بیشتری داشته باشن و هم در واقع به تحصیلاتشون مربوط باشه. امروز من می‌خوام در مورد سه مدل تدریس صحبت کنم. اولیش که دانشجو باشه شونن تی ای یا تیچینگ اسیستنت، دومیش سایت‌های تدریس آنلاینه و نهایتا تدریس دانشگاه میخوام در موردش توضیح بدم و تجربه خودم رو در مورد تدریس از دانشگاه بگم. بریم سراغ تی اکثر دانشجو باش آشنان، بیشتر برای کسایی میخوره طبیعتا که دانشجو باشن. تی ما چند مدل داریم. بعضی وقتا تی مارکینگ، یعنی که شما صرفا وظیفت اینه که تصحیح برگه بکنی. معمولا اینجوریه که شما اول ترم واسه در واقع تی اپلای میکنی، یعنی قبل از شروع ترم واسه تی اپلای میکنی. معمولا توش رقابت زیاده، حقوقی که واسه تیا توی دانشگاه مختلف هست متفاوت، باز بسته به نوع استان، ولی مینیمم فکر میکنم دیگه 19-20 دلار باشه. حتی توی سی استان ممکن 30 دلار 40 دلار هم بدن. البته نرخ دقیقش ممکنه به دانشگاه ها بستگی داشته باشه. من یه سرچی توی ایندید انجام دادم و نرخ تیچینگ اسیستنت ها توی دانشگاه های مختلف رو گرفتم و اینجا واسه تون گذاشتم. ولی به صورت کلی قطعا تیچینگ اسیستنت بودن تجربه خوبیه، هم از لحاظ تدریس و همین که نسبت به کار جنرال بیرون خب حقوقش بیشتره. ولی اینم دقت بکنید که خب توش رقابت زیاده، بعد حواستون باشه که زود اپلای کنید، اون دیو تایم از دست ندید. حالا تیچینگ اسیستنت ها تو دانشگاه چیکار میکنن؟ گفتم یه سریشون مارکینگ هن، صرفا تصحیح برگه اسایمنت میکنن، کویز میکنن یا حالا میان ترم و فاینال مثلا تصحیح میکنن. و معمولا اینجوریه که استاد سولوشن رو بهشون میده، جواب رو بهشون میده، یه جلسه میذاره میگه اوکی مثلا توی این کویز ما 3 تا سوال داشتیم، اینم جواباش، توضیح کلی هم میده، میگه اینجوری مثلا برگه ها رو تصحیح بکن و کار به نظرم خیلی راحتیه. دومین مدل تیچینگ اسیستنت که خب شما میرید سر کلاس و درس میدید، یعنی غیر از اون بحث تصحیح برگه اون که ازتون میخوان که درس هم بدید. و آخرین نوع تیچینگ اسیستنت هم لب تیچینگ اسیستنته که شما مثلا واسه واحدهای عملی در واقع تیچینگ اسیستنت میشین، که معمولا نرخ پرداختش نسبت به اون مارکینگ و تیچینگ خورده بالاتره با توجه به عملی بودنش. البته اینجا این شکلی نیست که اگه شما لب اسیستنت باشی شما همه کار رو انجام بدید. معمولا هم استاد هست هم خودشون یه دونه لب اسیستنت دارن و شما صرفا ممکنه توی آماده سازی حالا اون مواد اولیه دستگاه یا چیز اینجوری کمک بکنید و نهایتا بگن مثلا گزارش هاشون رو تصحیح بکنید و کار به نظرم ساده. ولی خب نسبتا تعداد کمتری در واقع پوزیشن در مورد، معمولا بیشتر تیچینگ اسیستنت ها مربوط به درس های تئوری و در واقع تخصصی، کمتر واحد آزمایشی وجود داره. این که آیا همه رشته ها دارن، طبیعتا توی سری رشته ها مثل مهندسی همیشه تیچینگ اسیستنت ها بیشتر، توی سری رشته ها مثل مثلا هلس و اگریکالچر و ساینس هم زیاده، هلس و اگریکالچر ممکن کمتر باشه. مورد بعدی که میخوام در مورد تدریس صحبت کنیم سایت های تدریس آنلاینه. ما سایت های زیادی در مورد تدریس آنلاین داریم، بعضیشون سایت های تدریس در واقع کلاس های تخصصی هستن مثل چگ و سوپر پروف و یه سری سایت های تدریس هم هستی تدریس زبان های مختلفه که خب بهتون توضیح میدم که چجوری حتی با تدریس زبان فارسی میتونید درآمدزایی مثلا تا ساعتی 20 دلار 30 دلار آمریکا داشته باشید. در مورد سایت های تخصصی، سایت های تخصصی که توش میتونید مثلا ریاضی درس بدید، نمیدونم درس های مهندسی درس بدید، برنامه نویسی درس بدید، این سایت ها معروف ترین سایت یکی چگه، یکیش هم سوپر پرافه. حالا این دو تا سایت فرقشون چیه و چقدر میتونید از اینا درآمد داشته باشید؟
سایت چک معروف ترین سایت تیوتنی توی دنیاست. یعنی من یادم تو سال 2020 من توی یه مقطعه 4-5 ماه توی سایت درس میدادم و خیلی راحت میتونستیم ماهی 2000 دلار آمریکا از این سایت در بیاریم. ولی یه تفاوتی که با سایت های دیگه داره، سایت های تدریس دیگه، این که پروسه گرفتن تو به عنوان استاد یه خورده سخته. بعضی وقتا ممکن ازتون مصاحبه بگیرن، اینکه اجازه بدن هر درسی رو شما درس بدید، ممکنه که ازتون در یه تست به صورت آنلاین بگیرن، تست 10 جوابی 10 سالی یا مثلا 20 سالی ازتون بگیرن، بگن مثلا بعد تو این تست حداقل 70% رو بگیری یا مثلا 60% رو بگیرن، دقیقاً یادم نیست. ولی به صورت کلی اگه بتونید توی سایت چک به عنوان مدرس کار بکنید واقعا حقوق خوبی داره. من داشتم در تو سایت ایندی چک میکردم، میگفت که توی سایت چک شما میتونید توی یک ماه 1500 تا 2500 دلار رو از طریق تدریس در بیارید. هرچند اینم دقت کنید که سایت چک یه جوریه که شما معمولا وقتی سابقه کارت میره بالا هم اون میزان کامیشنش کمتر میشه و همین که دانشجوها راحت‌تر بهتون اعتماد میکنن و در واقع بیشتر بهتون درخواست میدن واسه درس و اینها. سایت سوپر پراف باز توی کانتا سایت خیلی معروفیه، خیلی میتونه از طریق اون دانشجو بگیرید. یه تفاوتی که با سایت چک داره که تو سایت سوپر پراف شما در واقع کامیشنی اصلا نمیدید و هر چی پول گرفتید دیگه مال خودتونه و تو سایت چک اینجوریه که شما خودتون آنلاین در تو خود محیط اون سایت درس میدید و بعد پول واسهتون پرداخت میکنن. نحوه پرداختش هم اینجوریه که با پیپال به حسابتون میرسن، به صورت دو هفته دو هفته پول رو میرسن واسهتون. ولی تو سایت سوپر پراف شما صرفا یه دونه لیستینگ درست میکنید، یه دونه پروفایل واسه خودتون سایت درست میکنی، اطلاعاتت رو وارد میکنی، مثلا میگه من درس مهندسی برق رو میدم، من درس ریاضی میدم، درس برنامه‌نویسی مطلبی یا پایتون مثلا درس میدم و واسه هر ساعت چقدر پول میگیرم. اینا رو میزنید و دانشجو به شما پیام میدن، مثلا میگن اوکی من یه دونه اسایمنت مطلب دارم یا مثلا برق دارم، میتونی تو این اسایمنت به من کمک کنی یا نه. درخواست میدن و اگر اوکی بودن میتونستی درس بهش میگی اوکی بیا مثلا جلسه رو توی گوگل میت داشته باشیم، توی اسکایپ داشته باشیم یا توی زوم یا هر محیط دیگه ای داشته باشیم و نهایتا اون شخص خودش پول رو واسهتون میریزه، یعنی دانشجو پول واسهتون میریزه. پس یه تفاوت اساسی که سایت چک و سایت های دیگه مثل سوپر پراف داره اینه که تو سایت چک پول مثل حقوقه، دو هفته دو هفته بهتون در پول رو میدن. کلا تو کانادا اینجوریه که شما هر جا کار بکنید پول رو به صورت دو هفته دو هفته یا بای ویکلی بهتون میدن و این یه تفاوت اساسیه. و میگم ممکنه که تدریس توی چک یه خورده سخت باشه ولی خب طبیعتاً یه حقوقی که میتونید روش هر ماه حساب بکنید. یه چیزی هم که در مورد سایت و بهتون بگم اینه که هر دو تا سایت نسبت به پلیجریزم و تقلب و چیتینگ حساسن. یعنی اینکه اگر مثلا دانشجوی به شما پیام داد و گفت که این مثلا کویز رو دارم، این میان ترم رو دارم، این فاینال رو دارم، جوابشو بهم بده، نباید در واقع جواب رو بهشون بدید. میتونید کمک کنید و جواب رو نباید بهشون بدید چون امکان اخراجتون از سایت وجود داره، مخصوصا در مورد چک خیلی روی موضوع حساسه. یه AI اسیستنت داره که چت ها رو در واقع کنترل میکنه و اگر در مورد چیزا صحبت کنید امکانی که از سایت بیرونتون بکنه وجود داره. این هم نکته ای که بعد بنظر بهش دقت بکنید. حالا چقدر روی درآمد سوپر پراف میشه حساب کرد؟ تو سایت سوپر پراف شما میکنه ماهی بین 1000 تا 1500 دلار بتونید در بیارید. هر چند مجدد در مورد سوپر پراف اگر شما با تجربه تر باشی بیشتر وقت بذارید میتونید خب دانشجوهای بیشتری رو هم بگیرید. دو تا سایت دیگه هم میخوام بهتون معرفی کنم که توش میتونید زبان درس بدید. حالا علاوه بر زبان انگلیسی نکته جالبی که هست تو این سایت ها میتونید شما زبان فارسی رو هم درس بدید که یکی از معروف‌ترین سایت پریپلایه و سایت بعدیش هم آیتاکیه. توی هر دو تای اینها شما میتونید تدریس زبان حالا چه انگلیسی چه فارسی بکنید و درآمد بین بسته به نوعی سایت 10 تا 50 دلار داشته باشید. حالا هر دو تا این سایت ها یه کامیشن هم دارن، یعنی اینکه برمی‌دارن. تو سایت پریپلای اینجوری که بین 18 تا 33% پول رو برمی‌داره و اینکه چند درصد رو برمی‌داره بستگی به میزان ساعتی که شما درس داری داره. هرچی شما با تجربه تر بشی بیشتر درس بدی اون درصد سودی که خودشون برمی‌دارن کمتر میشه، یه درصد کمتری از اون پول شما در آخر برمی‌دارن.
ولی تو سایت در واقع آی تاکی مقدار در واقع کامیشنی که دارن فیکسه و فکر میکنم 15% باشه و مقدار، یعنی فرق نمی شما با سابقه باشی یا نباشی، همون 15% رو به صورت ثابت برمیدارن هر شما درصدی. در مورد نحوه پرداختش هم یه تفاوتی دارن. تو سایت پریپلای نحوه پرداخت اینجوری که به صورت هفتگی یا حالا ماهانه، فکر میکنم ماهانه باشه نحوه پرداختش، ولی تو سایت آیتاکی نحوه پرداخت یه خورده فلکسیبل تره. شما میتونید بگید که بعد از اینکه هر کلاس ما تموم شد پول رو واریز کن، یا مثلا میتونید بگید که ماهانه پرداخت کن، هفتگی پرداخت کن، یه خورده فلکسیبل تره. معمولا نحوه پرداخت اکثر این سایت ها از طریق پیپل هست، حالا غیر از اون سوپر پراف که خود دانشجو پولتو پرداخت میکنه، توی پریپلای، آیتاکی یا همون چیزی که قبلش گفتیم، معمولا نحوه پرداخت به صورت پیپل هست. یعنی شما اکانت پیپلتون رو میدید و پول رو بهتون میریزن. یه چیز دیگه هم که باید حواستون باشه که چون اینا منبع درآمد حساب میشن، درسته که بعضی از سایت ها آمریکایی هستن، ولی باز شما معمولی درآمده بعد آخر سال به عنوان تکستون بعد حتما اینا رو وارد بکنید. و مورد آخری که میخوام در مورد صحبت کنم تدریس توی دانشگاه. من توی مدلی که توی UCW توی ونکوور یا جای دیگه درس دادم، احساس کنم که تدریس توی اینجا با ایران خیلی فرق داره، مخصوصا لحاظ پرداخت و خیلی تفاوت داره. توی ایران اینجوری بود، شما وقتی به عنوان استاد یه جای درس میدی، اگه هیتلمی دائم اونجا نبودی، پول معمولا آخر ترم پرداخت میکردن که معنی خب پول خاصی هم نبود، ولی اینجا پول رو به صورت دو هفته پرداخت میکنن مثل هر جاب دیگه تو کانادا. خب این خیلی نکته مثبتیه. و علاوه بر این پولش هم میشه گفت خوبه. اون پولی که دانشگاه میدن معمولا بین $2000 تا $2500 تو ماه، یه چیزی تو همین ماه هست. حالا دانشگاه به دانشگاه ممکنه فرق بکنه که باز من نرخش رو واسه تو میذارم، ولی حدودا همین مقداره. یعنی شما به ازای هر کورسی که داری ماهی بهتون $2000 تا $2500 میدم. یه چیز دیگه هم که هست، حالا چقدر وقت بذارید واسه اون کورس. معمولا کورس اینجوری که شما 2 ساعت تا هفته مثلا درس میدی واسه اون کورس، و 2 ساعت هم آفیس آورز داری. آفیس آورز یعنی که بچه ها بهتون رجوع میکنن و اگر سوالی داشته باشن ازتون سوال رو میپرسن، که خب خیلی واقع ممکن اصلا اون تایم 2 ساعتی که آفیس آورز مثلا بهتون رجوع هم نکنن. معمولا اینجوریه که اون 2 ساعت تدریس اصلی توی کمپسه، توی دانشگاه است، حضوریه، ولی اون 2 ساعت آفیس آورز خیلی مواقع به صورت آنلاینه. یعنی که فرضا شما لینک گوگل لینک مایکروسافت تیمز رو بهشون میدید به دانشجوی کلاستون، و اگر سوالی داشته باشن تو اون تایم حاضر میشن و سوالاتشون رو میپرسن. این هم در مورد تدریس دانشگاه که به نظر خیلی گزینه خوبیه. حالا اینکه چجوری این پوزیشن های تدریس دانشگاه رو پیدا بکنیم، معمولا شما اگه توی دانشگاه دانشجوی دکترا هستی مخصوصا، یا اگه دانشجوی دکترا یا یکی دکترات تکمیل کردی، اولین گزینه اینه که تو همون دانشگاهی که درس می‌خونی دنبال این باشی که یک کورسی رو بگیری و درس بدی. معمولا خیلی مواقع استادا کمک میکنن که بتونید واحدی رو بگیرید. علاوه بر این توی کانادا خیلی کالج ها هستن، دانشگاه خصوصی، دانشگاه بزرگتر، که همیشه پوزیشن تدریس رو میذارن. غیر از اون سایت های معروف مثل لینکدین و ایندید که قبلا در موردش صحبت کردیم، بهتر که همیشه سایت دانشگاه رو هم چک بکنید. چون خب معمولا کارهای دولتی اینجوری که ممکن کارمنده حوصله نداشته باشه همه پوزیشن ها رو توی لینکدین یا ایندید بذاره، پس بهتره خودتون همیشه سایت دانشگاه رو هم چک بکنید. با توجه به اینکه دانشگاه کانادا داره خیلی دانشجو اینترنشنال میگیره، مثلا همین امسال برنامه‌شون این است که 900,000 تا در واقع دانشجو اینترنشنال بگیرن، خب این باعث شده که خیلی از دانشگاه، چه دانشگاه کوچیک چه بزرگ، نیاز به استاد داشته باشه، به اون در واقع استادی که بیان کورس‌ها رو درس بدن. حالا عنوان شغل اینا معمولا ممکن لکچرر باشه، سشنال فاکلتی باشه، چیزای شبیه به این باشه که میتونید اینا رو در واقع سرچ بکنید. دوستان امیدوارم که از تماشای ویدیو لذت برده باشید. خوشحال میشم اگه سابسکرایب کنید، اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتونم بفرستید. مرسی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.